بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و ارجمند، قطعا یا خودتون به سفر رفتید و یا مسافری رو بدرقه کردید که عزیزی میخواد به سفر برود. این مورد هم یکی از مواردی هست که در شریعت اسلامی جایی هست برای دعا کردن، هم دعا کردن برای انسانی که او را بدرقه می کنید میخواهد به سفر برود، و هم انسان مسافر و مسلمان مسافر برای کسانی که در خانه میمونند و کسانی که او را بدرقه می کنند یک دعای خیری را می کنند. در روایتی هست که حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت گرامیشان و سنت مبارکشان این بود که وقتی میخواستند یک انسانی رو بدرقه بکنند که میخواهد به سفر برود، دست این انسان را میگرفتند و این دستش رو رها نمیکردند. در هنگام خداحافظی دست اون مسافر را میگرفتند و میفشردند و نگه میداشتند تا اینکه خود اون فرد دست خودش را از دست مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرون میکشید. این یکی از آداب اسلامی هست. و در این هنگام که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست مسافر را گرفته بود و با اون مصافحه می کرد، این دعا را برایشون می خوندند که استودع الله دينك و امانتك و آخر عملك، استودع الله دينك و امانتك و آخر عملك، من دین تو را و امانت تو را و فرجام و سرانجام تو را، آخرین اعمال تو را به الله متعال و نزد الله متعال به ودیعه میگذارم. یک دعای خیری هست، یعنی هر جا که میروی در پناه الله متعال باشی، رستگار و سرفراز باشی و عاقبت به خیر بشوی. این دعایی هست که ما برای کسانی که میخوایم بدرقهشون بکنیم باید این دعا را بخوانیم. یک روزی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یکی از افرادش را که به نام قزعه بود رحمت الله علیه، اینو برای کاری فرستاد و اومد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و بهش گفت که ای قزعه، بیا که من تو را بدرقه بکنم همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا بدرقه کرده. و گفتند که رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی مرا دنبال کاری فرستادند، مأموریتی دادند و در هنگام خداحافظی به من این دعا را یاد دادند و برای من این دعا را خواندند که فرمودند که استودع الله دينك و امانتك و خواتيم عملك. در دعای قبلی در حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه در اونجا آمده بود و آخر عملك، آخرین عمل تو را، سرانجام اعمال تو را، و در این روایت آمده استودع الله دينك و امانتك و خواتيم اعمالك، من دینت را، امانتت را و پایان بخش اعمال تو را، خواتیم اعمال تو را به الله متعال می سپارم. یعنی هر جا که بروی در امان و در پناه الله متعال باشید. این دعایی هست که ما برای مسافر باید بخونیم در هنگام بدرقه کردن و در هنگام خداحافظی کردن. و همچنین مسنون هست اگر کسی آمده که شما را بدرقه بکند، برای شما این دعا را خوند که استودع الله دينك و امانتك و خواتيم عملك، شمایی که مسافر هستید در جواب هم باید یک چیز را، یک دعایی را متقابلا برای اون فردی که شما را بدرقه کرده باید بخونید. جواب این بدرقه این هست که ما باید در جواب اون کسی که ما رو بدرقه کرده، ما که مسافر هستیم، اون کسی که ما رو بدرقه کرده و دعا خونده برای ما که استودع الله دينك و امانتك و خواتيم عملك، ما باید در پاسخ بگوییم استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، من شما رو ودیعه میگذارم، شما رو میسپارم نزد الله متعالی که ودیعتهایش و امانتهایش ضایع نمیشوند و از بین نمیروند. پس بنابراین ما باید سعی بکنیم که این ادب اسلامی را که نشانگر فرهنگ والای اسلامی هست، این را در جامعه خودمان انشاءالله عملی بکنیم و در هر مناسبتی برای همدیگر دعا بکنیم و خیرخواه یکدیگر باشیم. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.